سلام امیدوارم حالتون خوب باشه همگی مرسی که ام, به این لایف جوین شدید اوکی <applause> امیدوارم حال همتون خوب باشه مرسی گود ایونینگ گود ایونینگ بله امیدوارم که شب شما هم خوب بوده باشه تا حالا ام, این جلسه من قول داده بودم که جلسه فارسی باشه تا جایی که بشه هم برای اینکه بعضی ها فکر کنم یکم کنجکاف بودن که آیا این اصلا بلد هست فارسی حرف بزنه یا نه <applause> ولی مهمتر برای اون دوستانی هست که ممکنه یه مقدار سطح زبانشون مثلا یکم پایین تر باشه و امیدوارم که این جلسه برای اون افراد هم مفید باشه چون معمولا تون 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 انگلیسی صحبت میکنم درسته این جلسه برای اون افراد هم هست و این جلسه رو طبق معمول دارم ضبط میکنم بعد از اینکه تموم شد میذارم حتما توی یوتیوب که باشه برای همه اوکی okay. very good <coughs> ام، انگلیسی بگو لطفا okay. پس قرار شد که امشب فارسی باشه if that's okay و از هفته دیگه دوباره انگلیسی رو شروع میکنم اوکی okay. انگلیسی هم صحبت کنید. <applause> لطفا نصف جلسه این جلسه رو اگه اشکال نداره میذاریم فارسی که اون افرادم بتونن استفاده کنن مطمئن باشید من ترجیح میدم انگلیسی حرف بزنم obviously uh, ولی این جلسه رو میذاریم برای اون زبان آموزان که اونها هم بتونن صحبت کنن اوکی uh, okay. پس امیدوارم همه حالتون خوب باشه امیدوارم ویکندتون آخر هفتهتون اگر توی کشور انگلیسی زبان هستید خوب بوده باشه تا حالا الان توی منچستر هوا عالی عالی هست فکر میکنم کل یوکی هوا خوب باشه امیدوارم برای شما خوب بوده باشه مطمئنا کانادا آمریکا اونجا هم hopefully امیدوارم خوب باشه ایرانم که فکر کنم الان نسبتا هوا داره گرم میشه اگه اشتباه نکنم و کشورهای دیگه کشورهای دیگه لغات مربوط به هلیکوپتر بگید. اوکی. خب داستان رو که همه میدونن پس من این داستان رو دیگه نمیگم. بذاریم اخبار ببینیم اخبار چی میگه راجع به اون. اوکی. بله. اه خیلی اه خیلی چیزها اینجا میبینم راجع به در واقع اخباری که شنیدیم. بله. اوکی. شما در منچستر کلاس حضوری دارید نه متاسفانه من یه مدت قبلا کالج درس میدادم بله ولی الان تقریبا دو, دو یا سه سال هست دیگه کالج درس نمیدم فقط آنلاین درس میدم بله اوکی زیبا هستید و چقدر زیبا تر صحبت میکنید این خیلی نظر لطف شماست مرسی Okay. Glasgow هوا خیلی خوبه. Very good. Very good. Glasgow, معمولا چون که شمال شمال هست همیشه اونجا هوا خوب نیست و هر موقع ما هواشناسی رو نگاه میکنیم یا اخبار هوا رو نگاه میکنیم همیشه به یاد افراد شمال کشور هستیم پس خیلی خوشحالم که هوا اونجا هم خوبه کاونتری همه اینها خیلی خیلی خوبه very good okay. Fantastic. very good کی okay. uh, Thank you very much. Very kind. Of you. Thank you. Uh, چطور میشه در کلاساتون شرکت کرد به صورت خصوصی؟. Okay. Uh, متاسفانه جا ندارم الان ببخشید توی کلاس های خصوصی ولی اگر اطلاعاتتون رو برای من um, Direct بفرستید، لطفا من میتونم اسم شما را بذارم توی waitingنگ لیست همین که job باز شد حتما باهاتون تماس میگیرم بهتون اطلاع میدم اوکی okay. very good pages on earlier merci merci are you iranian originally no the weather in dudley is very good fantastic fantastic okay برای gcse okay این اول خیلی ها از من پرسیدن برای gcse uh, gcse چی هست برای خیلی ها که ممکنه ندونن gcse در واقع uh, میشه گفت تقریبا مثل اون دیپلومی هست که در ایران بچه ها میگیرند برای, برای نشون, نشون دادن اینی که دبیرستان تموم شده اوکی؟ پس جی سی اسی در واقع این هست یک جور امتحان هست که نشون بده دبیرستان دیگه تموم شده و تعداد درس های جی سی اسی زیاده زبانی که شما نیاز دارید در جی سی اسی با زبانی که از شما امتحان گرفته میشه برای IELTS و TOEFL خیلی فرق میکنه GCSE برای انگلیسی زبان هاست در واقع اینجوری فکر کنید برای بچه های دبیرستان هست که دبیرستانشون تموم شده اوکی؟ و GCSE مثلا انگلش که خیلی از من میپرسن لیلا اینو درس میده یا نه جواب نخیر هست متاسفانه من تنها چیزی که یادم هست از جی سی انگلیش وقتیه که خودم امتحان انگلیش جی رو دادم سالها پیش و یک چیز یادمه این مثال رو براتون میزنم که شما ببینید که زبان در چه حدی باید باشه برای جی سی اسی البته خیلی هم دیگه بالا نباید باشه ولی میبینید که فرق میکنه با اکادمیک آیلتس و توفل و اینا خیلی فرق میکنه یا فانکشنال سکیلز و اینجور چیزها مثلا یه سوال که ما داشتیم توی امتحان جی سی اسی انگلیش این بود که از ما خواسته بودن که اگه ما فکر بکنیم مثلا داستان رومیو و جولیت اوکی؟ okay. uh, توسط شکسپیر uh, سوال این بود که اگر تو یعنی من میتونستم قسمت آخر داستان رومیو جولیت رو عوض بکنم پایانش رو میتونستم عوض بکنم چجوری این داستان رو من عوض میکردم فقط قسمت پایانیش رو یعنی عوض این که هم رومیو هم جولیت um, متاسفانه دیگه um, خودکشی میگن چی میگن از بین برن یه جور دیگه پایان این داستان رو ما باید مینوشتیم این به شما نشون میده که چقدر لیترچر، چقدر تاریخ چقدر کلا سطح زبان باید جوری باشه و کاملا فرق میکنه با آیلتس و ترفولا اینا کاملا فرق میکنه اینه که من متاسفانه اصلا آشنایی ندارم و این بیمسئولیتی خیلی زیاد هست اگر من بخوام به شما جی یاد بدم برای امتحانی که نه امتحانش رو در واقع نحوه سوالاتش نحوه ستادی برای سوالات اینا رو اصلا من نمیدونم و این درست نیست که چیزی که ندونم و بخوام درس بدم به خاطر همین اوکی okay. Uh, very good, very good, میشه تکنیک ها رو بگین. Absolutely. بله. مرسی. Uh, قبل از اینکه تکنیک رو شروع کنم به خاطر اینکه بحث شب راجع به همین هست میدونم که بله خیلیا uh, خیلی ها راجع به دوره ها از من پرسیده بودن هم چند وقت پیشم چند دقیقه پیش یه نفر دیگر رو داشتم که راجع به کلاس های دوره های سپیکینگ از من پرسیده بودن برای کسانی که uh, سطح زبانشون انتمیدیت هست فرقی نمیکنه شما ساکن ایران باشید خارج از ایران باشید هیچ فرقی نمیکنه سطح زبان شما مبتدی مبتدی نه یه مقدار بالاتر باشه اینتمیدیت اگه باشه این دوره مناسب هست برای شما اگر کلمه زبان به فارسی کلمه زبان رو اینجا کامنت بکنید اطلاعات میاد برای شما به صورت مسج توی دایرکت مسیجتون کلمه زبان به فارسی رو اگه بزنید براتون میاد منظور من از دوره چیه؟ به انگلیسی بهش میگیم باندل باندل یعنی گروه گروه دوره سه تا دوره رو گذاشتم توی یه گروه و قبلا هم این رو داشتم که در واقع سه تا دوره سپیکینگ هست سپیکینگ یک، سپیکینگ دو و سپیکینگ سه این ستا رو گذاشتم بغل هم یک گروه یا یک مجموعه ازش ساختم و این جوری هست که انتمیدیت شما رو چندین مرحله میبره بالا لول شما رو ولی نه از نظر کالج نه از نظر کتاب در واقع از نظر صحبت کردن در جامعه من اصلا با کتاب و اینا کار نمیکنم. کنم اونایی که منو میشناسن میدونن اصلا طرف کتاب و اینا نمیرم زبانی که من توی این دوره ها درس میدم دقیقا همون چیزهایی هست که شما توی زندگی روزمره میتونید ازش استفاده کنید به عنوان مثال شما میرین داروخونه امیدوارم هیچ موقع اتفاق نیفته براتون ولی مثلا شما میرین داروخونه مجبور هستید که یه دارو بگیرید از داروخونه ولی نمیدونید Excuse <applause> می نمیدونید که این دارو رو با غذا باید بخورید بعد از غذا قبل از غذا به فارسی ناشتا میگن درسته آخ من سر این کلمه این ناشتا چقدر اشتباه میکردم من اینو قبلنا ناآشنا میگفتم دارو رو باید ناآشنا بخورید بعد یاد گرفتم ناآشنا نیست ناشتا ناشتا اینم از اون در واقع مسیر یادگیری فارسی من <applause> مثلا نمیدونید که آیا دارو رو ناشتا باید بخورید یا با غذا اینجور چیزا خب مهمه آدم نمیخواد دل درد بگیره میخواد دارو درست استفاده بشه درسته این سوال مثلا چجوری شما میتونید از اون فارمسیست از اون دارو ساز بپرسید به عنوان مثال اگر بچه ها مدرسه هستند شما میخواند با معلم مدرسه صحبت بکنید یه سری سوال ها رو همه پدر مادر ها میخوان بدونن راجبه انضباط بچه هاشون راجب درس بچه هاشون پیشرفت بچه ها اینکه بچه وقت که مدرسه هست فلان درسش چطوره من تو خونه چجوری میتونم کمکش بکنم کجاها خیلی خوب هست و کجاها احتیاج به کمک داره شما مدرسه چه کمکی میتونید در اختیار بچه من بذارید از نظر انضباطی چه جوری هست ممکنه مثلا خب برای هر بچه اتفاق میفته مثلا مثلا ببخشید مذارت میخوام مثلا یه بچه کوچیک تو خونه مذارت میخوام شب مثلا تختشو در واقع بارون میاد شب درسته تختش و آدم اینو مثلا به معلم میخواد بگه و میخواد بپرسه تو مدرسه آیا اتفاقی افتاده که بچه من یه دفعه اینجوری شده چی شده حرکاتش رفتارش فرق میکنه مثلا یا هر چیزی که شما میخواد با معلم صحبت بکنید در میون بذارید اینها همه درس های مختلفی هست که شما در این دوره زبان یک دو سه یاد میگیرید کلا 21 درس هست و ویدیو درسی رو که شما دریافت میکنید در وبسایت من و همه را میتونید دانلود کنید و سیف بکنید درس ها به صورت ویدئو هست متن به انگلیسیه توضیح متن ترجمه متن مثل الان فارسی هست یا عالم مثال گفتم یه عالمه توضیح دادم من معمولا آدم نسبتا پر حرفی هم هستم ببخشید و خیلی توضیح دادم تا جایی که واقعا نیاز فکر نمی کنم باشه که شما حتی سوال داشته باشید بخواید از من بپرسید موقعی که این دوره را داشتم طراحی می کردم در طول ماه زیاد خودمو میذاشتم توی موقعیت خاص مثلا داروخونه مثلا کفه مثلا مدرسه مثلا پشت فرمون هر چیزی و پیش خودم میگفتم خب منی که تازه اومدم تو انگلیس زندگی کنم الان ممکنه چی احتیاج داشته باشم که بگم چه سوالی ممکنه باشه بخوام بپرسم چه جمله ممکنه بخاد نیاز باشه که من بگم مثلا همه اینها رو تا جایی که بشه من گذاشتم تو این درس ها و این زبان یک دو سه با هم هست در واقع کلن زبان ام اوکی ام من مدرس زبان هستم در ایران گروه آنلاین برای فری دسکاشن ندارم متاسفانه الان راستش فقط و فقط به خاطر این هست که وقت نیست در طول روز Unfold, به انگلیسی میگیم there aren't hours in the day در طول روز متاسفانه ساعت های کافی وجود نداره فقط و فقط مشکل وقت هست وگرنه خیلی خیلی دوست دارم. free discussion عوض اینکه فقط من حرف بزنم شما هم بیاین و آدم نمیدونه که دیسکشن به کجا میرسه درسته خیلی خوبه اه ولی اه اوکی. به چه سطح میرسونه این دوره این دوره به خاطر اینکه ادیم خیلی یاد میگیرید در زبان سه گرامر خیلی یاد میگیرید در زبان یک در زبان دو در واقع کارهای خارج از خونه خیلی یاد میگیرید و به صورت نیتیو یاد میگیرید نه کتابی اینو راحت میتونم بگم که شاید دو یا حتی سه پله شما رو بالا میبره به خاطر اینکه این دوره رو با دوره کتاب و کالج مقایسه نباید کرد دوره کالج یا کتاب قشنگ مشخص هست که به عنوان مثال کسی که elementary هست مثلا زمان گذشته رو بلده کسی که میره pre intermediate مثلا past perfect رو به present perfect رو یاد میگیره قشنگ مشخص شده برای هر لول این سه دوره همه اینها رو داره یعنی شما رو خیلی بالا میرسونه البته کامل کامل نیست مطمئنا کل زبان رو هیچ دوره ای رو من نمیشناسم که کل زبان صرف تا صد رو به شما یاد بده اصلا چنین دوره ای رو نمیشناسم اگه پیدا کردین <تصفح> به منم بگین ولی خیلی خیلی توی زندگی روزمره کمک میکنه اوکی؟ پس این برای محل کار مثلا زیاد استفاده نمیشه این بیشتر برای زندگی روزمره هست برای کار باز یه دوره دیگه هست اوکی. فقط کلمه زبان که تخفیف هم خورده اوکی. بریم سراغ تکنیک های یادگیری زبان اگه اشکال نداره من کامنت ها رو خاموش میکنم هزینه ببخشید یه نفر الان پرسیده بود هزینه سه دوره رو جدا اگه میخواستین تهیه کنین 105 پوند هست سه دوره مجزا الان شده 85 پوند یعنی به اندازه یک دوره کامل در واقع یه ذر از یک دوره کامل کمتر تخفیف خورده قیمتش خیلی اومده پایین فقط محض اطلاع برای هر سه دوره و همونطور هم که توی ستوری اون شب نوشتم از جنوری تا حالا تقریبا 700 نفر اومدن این دوره ها رو تهیه کردن سالهای گذشته رو دیگه نگاه نکردم ولی از جنوری تا حالا 700 نفر این دوره ها رو این مجموعه رو که یعنی سه دوره داره رو تهیه کردم که برای خود منم خیلی تعجب <applause> آور بود اوکی بریم سراغ تکنیک های یادگیری زبان یه uh, مدت پیش من با یکی از همکارای خیلی خیلی خوب یک استاد زبان که ایشون فکر میکنم ساکن مطمئن نیستم چه شهری بودن بامنگام بودم کاونتری كو... لیورپول یادم نیست متاسفانه ساکن کدوم شهر بودن ایشون یک استاد دانشگاه با ایشون یه انترویو داشتم چند وقت پیش و سوالایی که ایشون پرسیدن خیلی سوالای خوبی بود یکی از سوالاتشون این بود که اینستاگرام چجوری میتونه در یادگیری ما کمک بکنه و یه چیزی که من پیشنهاد دادم اونجا و الان هم همین رو میخوام بگم این هست که شما اینستاگرام رو که خب دارید درسته نه آدم باید هزینه بکنه براش و خیلیاتون اینستاگرام توی موبایلتون دارید انیوی anyway, هر روز پاش هستید و نگاه میکنید و اینها یه کاری که واقعا میتونه کمکتون بکنه این هست که ویدیوهایی که دوست دارید راجع به هر چیزی هر چیزی فقط یادگیری زبان نه ویدیوهای راجع به هر موضوعی رو که دوست دارید آدم میره نگاه میکنه بعد میره روی کامنت ها کامنت های بقیه رو بخونید کامنت هایی که زبان خارجیه که خب فرق میکنه و گوگل همیشه درست ترانسلیت نمیکنه ترجمه نمیکنه ولی کامنت های زبان انگلیسی رو بخونید اینجا واقعا انگلیسی واقعی رو یاد میگیرید و از الان از قبل از الان یه معذرت خواهی من به شما بکنم اگه حرف بد دیدید کلمه بد دیدید معذرت میخوام بعضیا اینجوری متاسفانه رابطه در واقع حرفشون رو میزنن حتما باید کلمه زشت استفاده کنم مذارت میخوام ولی معمولا افرادی که کامنت میکنن شما اونجا ایدیم های زیاد یاد میگیرید گرامر یاد میگیرید نحوه صحبت کردن به صورت روزمره رو اونجا یاد میگیرید به خاطر اینکه آدم کامنت که میکنه دقیقا حرف خودشو میزنه درسته یعنی کتابی نیست مثل فارسی وقتی که شما کامنت میکنید کتابی کسی کامنت نمیکنه درسته همون حرفی که میخواید بزنید همونو تایپ میکنه انگلیسی هم همینه یک حالت خیلی خیلی خوب هست که شما با کلمات جدید عبارت های جدید حتی کالچر انگلیسی آشنا بشید اگر عاشق انگلیسی آمریکایی هستید اونا رو میتونید ببینید اگر انگلیسی نیوزیلند استرالیا کانادا یوک هر چیزی کلا با عبارت های خیلی جدید آشنا میشید اونجا خیلی خیلی جای خوبی هست به صورت رایگان فوق العاده مقدار کامنت ها زیاد هست اونا رو میتونید بخونید اگر چیزی رو مطمئن نیستید توی دیکشنری آدم نگاه میکنه مثال مثلا از تو گوگل میخواد و یاد میگیرید که اصلا چی هست این شخص چی خواسته بگه و زندگی روزمره در واقع شامل چه انگلیسی هست از حالت کتابی یکم بیایم بیرون yes. وقتی که مکالمه روزمره میخوایم داشته باشیم دیگه سراغ کتاب نمیریم از در واقع انگلیسی آمیانه صحبت میکنیم این یه نکته است و حالا اینکه که ما و, و من چجوری تقویت بکنم اوکی این یه پیشنهادیه که من دادم به خیلیا اتفاقا همون افرادی که زبان یک و دو و سه رو برداشتم در طول مدتی که اونها رو درس میدادم سوال خیلی بود که من الان این دوره رو گرفتم لیلا الان چجوری ازش استفاده کنم چجوری میتونم مثلا یاد بگیرم و استفاده کنم کجا از این استفاده کنم به عنوان مثال شما میخواید برید مدرسه با معلم و بچهتون میخواین حرف بزنید اوکی؟ چه سوالاتی میخواین شما بپرسین از اون معلم آدم از قبل پیش خودش فکر میکنه که درسته لباس نمیپوشه کفش پاش کنه از در بره بیرون از قبل پیش خودش فکر میکنه که من الان رسیدم به این معلم چی میخوام بگم چه چیزهایی هست که میخوام بگم بپرسم اینجور سوالات رو آدم پیش خودش داره و بعد میتونه به انگلیسی حالا چه از توی درس من پیدا بکنید چه اینکه پیش خودتون بگید سوال من چی میخوام بپرسم چند تا چیز آدم تو ذهنش داشته باشه بعد که میرید سر اون جلسه با معلم صحبت میکنید چند تا ادیم چند تا فریزل ورب چند تا عبارت دارید پیش خودتون و تو دوره همه هم اینا رو درس دادم میتونید از اونا استفاده کنید هم از زبان نیتیو دارید استفاده میکنید که اون شخص کاملا متوجه هست منظورتون چیه گاهی وقتا وقتی که آدم یه چیزی رو کتابی میخواد بگه ممکنه یه منظور دیگه داشته باشه یعنی مثلا برای دانشجوی دانشگاه منظور باشه در حالی که شما میخواید راجب بچه مدرسه بپرسید پس کلماتی که استفاده میشه فرق میکنه ممکنه کلمه ای که تو کتاب پیدا کردید برای دانشجوی دانشگاه باشه از اون کلمه برای بچه مدرسه استفاده نمیکنن نمیدونم تونستم منظورم برسونم یا نه این مثلا یه مثال مثال دیگه به عنوان مثال من میخوام برم بانک یه کارت دارم یا کارتم گم شده میخوام یه کارت دیگه بگیرم یا اینکه میخوام اسم یه نفر دیگر رو اضافه کنم اسم یه نفر رو بردارم از روی حساب چه چیزهایی من الان از در بانک میرم تو چه چیزهایی نیاز هست که من بگم چه چیزهایی باید بپرسم از قبل آدم راجع به اینا فکر میکنه و حالا از هر کجا چه دوره چه آنلاین چه هر چیزی راجع به اینا فکر میکنه که من چی میخوام بگم اونجا هست که خودش رو آماده میکنه یه چند تا عبارت یاد میگیره یعنی با هدف آدم میره توی بانک با هدف میره سر جلسه که با معلم حرف بزنه نه که همینجور بگه خب حالا ببینیم چی میشه و <تصفح> بعد بره پیش معلم یعنی از قبل آدم بدونه که قراره چی بگه یه جوری اینگار اون مکالمه رو تو ذهنتون برای خودتون دارید نقش بازی میکنید انگار و اگر جواب این بود من میتونم اینو بگم اگه جواب این بود من میتونم اینجوری جواب بدم اگه جواب منو نداد میتونم اینجوری ازش سوال کنم یعنی یه آماده باش هست برای وقتی که مثلا میخواید برید با یه نفر صحبت بکنید این جور سپیکینگ uh, این جور آماده شدن این جور تکنیک از قبل آدم بدونه که چی میخواد بگه کجا داره میره با کی میخواد حرف بزنه از قبل یه آمادگی اگه داشته باشه آدم بعد میتونه تعیین بکنه خب من چه کلماتی لازم دارم چه عبارتهایی لازم دارم uh, و اینا رو از قبل میتونه آدم تهیه بکنه با خودش ببره حداقل یه امیونشن یا امیونشن به فارسی البته به انگلیسی میگیم امیونشن به فارسی شاید به فارسی کلمه شاید درستی نیست معنیش به فارسی میشه اسلحه ولی منظورمون اینجا جنگ و دعوا و اینا نیست امیونشن یعنی آ... چیزایی که نیاز دارم که بعدا ازشون استفاده کنم منظور اینه اوکی؟ اینها رو آدم از قبل داشته باشه این خیلی تکنیک خوبی هست این تکنیکی هست که خود من بارها ازش استفاده میکردم اگر میخواستم برم یه جایی و با یه نفر فارسی صحبت کنم وقتی که هنوز داشتم فارسی یاد میگرفتم و حتی برای امشب پیش خودم فکر میکردم خب من چه چی چیزهایی هست که میخوام بگم این کلمه ای ناشتا مثلا یادم آمد حتما اینو تو مثالم استفاده کنم یا من میخوام برم با کی دارم حرف میزنم راجع به کی چی میخوام صحبت کنم کلمات عبارت اون اصطلاحاتی که میخوام استفاده کنم چیا هست حداقل آدم از قبل یه آمادگی داشته باشه خیلی کمک میکنه هم توی کانفیدنس اعتماد به نفس همین که آدم مشخص باشه براش من اصلا اومدم اینجا با این شخص راجع به چی حرف بزنم چی صحبت کنم چی بگم اوکی این یه نکته دیگه است برای پس این برای سپیکینگ هست برای کامنت خوندن و جواب دادن اون برای ریدینگ و رایتینگ خیلی میتونه کمک بکنه برای لیسنینگ یه تکنیک خیلی خیلی خوب برای لیسنینگ این هست که آدم یه چیزی رو گوش بده اولا که کامل متوجه بشه که این چی رو داره میگه یعنی لسنینگی که شما انتخاب میکنید باید مناسب سطح باشه اوکی؟ چیزی نباشه که فقط من پنج درصدش رو میفهمم چیزی باشه که نسبتا حداقل مثلا پنج و درصدش رو میفهمم که بعد بتونم ببینم اینا اصلا چی میگن حالا که فهمیدم تا یه حدی هی پوز کنم گوش بدم تکرار کنم مدام کاپی کنم وقتی که خودم دارم میگم صدای خودم رو ضبط بکنم و بعد اوریجینال رو گوش بدم و بعد مال خودم رو گوش بدم یعنی هم لیسنینگ هم سپیکینگ با هم تقویت میشه فقط و فقط به نظر من ممکنه بعضی از اساتید زبان دیگه مخالفت بکنن ولی یعنی نظرشون یه چیز دیگه باشه به نظر من سپیکینگ و لیسنینگ هیچ موقع از هم جدا نمیشه یاد گرفت باید با هم باشه مگر اینکه برای امتحان بخواید آماده بشید بله امتحان لیسنینگ جداست امتحان سپیکینگ جداست ولی برای زندگی روزمره لسنینگ و سپیکینگ همیشه با هم هستن درسته جدا پذیر نیستن پس من لسنینگ هم رو گوش میکنم تقویت میکنم کپی میکنم و بعد همون رو میتونم بعدم برم استفاده کنم پادکست هایی که شما میتونید گوش بدید توی اینترنت زیاده من هم پادکست دارم ولی خب سطحش نسبتا بالا هست شاید به درد مثلا لول انترمیدیت و اینها نخوره اما پادکست کلا توی اینترنت خیلی زیاد هست کانال های بی بی سی و خیلی های دیگه هم پادکست دارن توی یوتیوب یا خود اینستاگرام مطمئنا پادکست هست میدونم خیلی ها توی تلگرام پادکست میذارن از اینجور چیز ها. اوکی من میام سر کامنت ها دوباره very good که گوش دادید به این صحبت ها امیدوارم که تا یه حدی تونسته باشم جواب پذیر از سوالا رو بدم که پرسیده بودن یکی از زبان آموزا بودن فکر کنم هفته پیش درخواست کرده بودن که هم فارسی صحبت کنم هم اینکه تکنیک زبان یادگیری رو یاد بدم این نظر من هست این نظر من هست کامنت ها رو گفتید کجا بخونیم اوکی کامنت ها رو شما مثلا میرید روی پیج اوکی به عنوان مثال بگیم یه نفر ماشین خیلی دوست داره اوکی مثلا از این سپورت کار میره روی پیج ماشین و بعد یه ویدیو میبینه هر ویدیویی که دوست داره میرین روی کامنت ها کامنت ها رو میخونید کامنت های زیر اون پست زیر اون ویدیو چیزی که براتون جالب باشه نه که به زور نیاز باشه راجبش یاد بگیرید اوکی؟ یه نفر آشپزی دوست داره یه نفر باغبونی دوست داره یه نفر نمیدونم هر چیزی که دوست دارید رقص دوست داره هر چیزی میرید اون ویدیوها رو نگاه میکنید و بعد زیرش کامنت های راجب اون رو میخونید هم ممکنه وکابیلری راجب اون موضوع بیشتر پیدا بکنید و اون رو یاد بگیرید هم نظر دادن انگلیسی خیلی پررو هستن راجع به همه چی نظر دارن <applause> دوست دارن راجع به همه چیز نظر بدن البته <applause> خب خیلی ها این و راحت میتونید یه جور حتی نظر دادن رو یاد بگیرید که خب همه نظر دارن بتونید راحت نظرتون رو بگید راجع به یه چیزی لولی okay. uh, لیلا جان بگید که یه رگتون ایرانیه از این سوالا دوباره سوال خیلی هست بله پدر من ایرانی هستن مادر من انگلیسی هستن متولد اینجا انگلیس هستم. شاید دو یا سه سال ایران دبیرستان درس خوندم دقیقا اون سالی که من اسم خودم میزنم موش آزمایشگاهی اون سالی که یا سالهایی که نظام قدیم تبدیل شده بود به نظام جدید اون سال من ایران بودم اوکی به عنوان دانش آموز یعنی یک سال نظام قدیم بودم سال بعدش نظام جدید بودم و مثل خیلی های دیگه گم بودم که یعنی واحد یعنی چی اینا یعنی چی خلاصه اون دوران من دبیرستان بودم ایران اوکی very good من میدونم خب بیشتر کامنت اوکی اینکه هیچی او خیلی خوب عالی فارسی صحبت میکنه مرسی این نظر لطف شماست متشکرم میدونم که به روانی یک نیتیو فارسی زبان صحبت نمیکنم میدونم که بعضی جاها مکس میکنم میدونم که بعضی کلمه ها که به ذهنم نمیاد متاسفانه انگلیسیش رو میگم یعنی کامل کامل نیست زبان فارسی من ولی میبینید که اونقدر پررو هستم که اگر هم حتی اشتباه بکنم اشکالی نداره سعی میکنم که اگه بشه از یک مترادف و هم معنی اون کلمه استفاده کنم که نظرم رو برسونم اوکی okay. ممکنه الان تو صحبتی که کردم مثلا یکی دو جا پیش خودتون بگین اگه من بودم شاید این کلمه رو میگفتم لیلا از اون کلمه استفاده نمیکردم. این هست تفاوت بین نیتیف که شما هستید و یه نفر که زبان فارسی رو داره به عنوان زبان دوم یاد میگیره ولی اشکال نداره در هر صورت امیدوارم تونستم منظورم رو برسونم و مهم فقط اینه مهم این نیست که حتما کلماتی که گفتم تلفظمو و اینا همه عالی عالی باشه نه همینقدر که بدونیم چی میخوام بگم منظورم چیه همین کافیه درسته اوکی. ام در مورد استرس روی کلمات در انگلیسی میگین لطفا استرس روی کلمات اوکی. ام... نمیدونم چی بگم استرس <تصفح> روی کلمات بستگی به اون قسمت جمله داره که بیشتر میخواد روش ت... تمرکز بکنید درسته اون قسمت جمله که کیورد هست اون قسمت جمله که از همه مهمتر هست اون قسمت رو بیشتر استرس میکنیم ممکنه من مثلا پنج تا جمله برای شما بنویسم هر پنج تا عین هم باشه یعنی یه جمله رو پنج بار کپی کنم برای شما ولی هر کدوم استرسش یک جای مختلف جمله باشه این یعنی میخوام نشون بدم که تو هر جمله یه بخش جدیدی از اون جمله بیشتر مورد تمرکز هست ولی منظورم تاکید روی حروف اوکی نمیدونم اینجا منظور چیه ببخشید مطمئن نیستم منظورت میخوام اوکی فکر کردن به انگلیسی چطور انجام بدیم؟ فکر کردن به انگلیسی That's a fantastic question این یک سکل و یک مهارتی هست که زمان میبره به این راحتی ها آدم یه دفعه یه شبه بیدار نمیشه و یه دفعه مغز شروع کنه به انگلیسی یا به فارسی فکر کردن منم وقتی که نشستم دارم کار میکنم اوتومتیکلی پیش خودم میگم I fancy a cup of tea و باید به خودم به زور بگم نه 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 I fancy a cup of tea نه برم یه چایی درست کنم اوکی؟ اینجور هست که میتونیم یواش یواش اون ماسل اون ماهیچه ذهن رو یه مقدار تقویت بکنیم هی یاداوری یادآوری بکنیم به خودمون که عوض اینکه فکر کردنم به زبان خودم باشه بکنمش به اون زبانی که میخوام یاد بگیرم و هرچی بیشتر ذهن ما تو اون زبان بهش میگیم زبان مقصد درسته تاگت لنگویج اون زبانی که میخوام یاد بگیرم هرچی زمان بیشتر مغز من توی اون زبان مقصد باشه در واقع نیوران ها اون اتصال های بین سلول ها و اینها بیشتر هست یادگیری بیشتر هست چون مغز داره تو اون زبان بیشتر کار میکنه داره بیشتر فعالیت میکنه و یواش یواش میبینید بعد از یه مدت یه دفعه دیدید مثلا یه فکری به زبان انگلیسی به شما زد بدون اینکه حتی یعنی با تمرین میشه این کار رو انجام داد آخرین بار کی ایران بودی؟ او مای گاد پسر من الان تقریبا 16 سالشه پسر من 6 ماهه بود آخرین باری که من ایران بودم واو های لیلا I'm not confident enough to speak English when I'm with native speakers do you have any suggestion please yes اون نیتیف سپیکر توضیح دادم میدونم توی پادکاست ها بارها گفتم uh, یه همسایه ما داریم از چین هستن این همسایه uh, و تازه اومدن تا مایه شیش ماه هست اومدن این مادر یه آقا و خانم هستن یه در واقع پدر و مادر هستن و دو تا بچه هاشون دو تا پسر بچه مدرسه ای مادره بند خدا اصلا انگلیسی بلد نیست به جز یه دونه های فقط همین بلده پدرم خیلی خیلی کم خیلی کم انگلیسی بلدم معمولا اگر کسی در خونشون بزنه یا هر چیزی یکی از بچه هاشون میدوه میاد دم در برای پدر یا مادر ترجمه میکنن اوکی که خیلی خیلی قشنگه من اه بله اینو میدونم چون چند بار تا حالا من رفتم در زدم در خونشون یا خواستم سال چینی رو تبریک بگم اونا مثلا کیک چینی آوردن برای ما سر سال تحویل ایرانی مشیرینی ایرانی مثلا بردم براشون که بگم این هم ایرانی ها اینجوری مثلا سال تحویل رو جشن میگیرن و بیشتر با هم آشنا بشیم Uh, وقتی که این آقای یا خانوم با من صحبت میکنن برای من اصلا مهم نیست گرامرشون چجوریه از چه وکبی استفاده میکنن فقط و فقط ذهن من میره روی اون دنده درسته که من ذهنم بتونه کلماتی که از اونا میشنوم رو خود ذهنم بتونه کمپیوت بکنه مثل کمپیوتر بذارم بغل هم و اون جاهایی رو که اون شخص نگفته ذهن من اونجا رو پر میکنه اوکی؟ که بعد اون دو سه تا کلمه ای که از اونا شنیدم ذهن من خودش جاهای خالی رو پر میکنه که من میتونم حدس بزنم این شخص داره سعی میکنه چی به من بگه حالا شمایی که انگلیسی برای من تایپ کردید مطمئنا زبانتون اینقدر مبتدی نیست مطمئنا خیلی زبانتون بالاتر هست ولی در محیط کار در محیط زندگی روزمره وقتی که شما میخواید انگلیسی صحبت بکنید مگر اینکه امتحان زبان باشید بله اون شخص خیلی با دقت گوش میده ببینه که چه چیزهایی رو جا این داختید چه چیزهایی رو اشتباه گفتید در حالی که در دنیای معمولی واقعا برای افراد مهم نیست که لیلا کامل صحبت کرد یا نه گرامرش چطور بود و کبش چطور بود ایدیم گفت یا نه فقط آقا جان لیلا چی میخواد به من برسونه منظورش چیه مفهوم حرف، حرفش چیه همینقدر فقط مهم هست اوکی؟ و یه چیز دیگه هم که هست وقتی که ما میبینیم افراد از کشورهای دیگه دارن سعی میکنن زبان انگلیسی حرف بزنن واقعا اصلا یک یک احساس خیلی خوب به ما دست میده یعنی در واقع یک, جور آفرین تو ذهنمون میگیم به اون شخص یعنی واو آفرین چقدر خوب داری سعی میکنی زبان یاد بگیری آفرین عوض اینکه پیش خودمون بگیم آخ آخ چند سال تو اینجا زندگی کردی تو هنوز بعد از این همه سال اینجوری حرف میزنی کسی اینجوری اینجوری فکر نمیکنه پیش خودمون میگیم واو آفرین میدونی یعنی باری کلا آره آخ جون من فهمیدم منظورت چیه یعنی خیلی خوشحال میشیم که تونستیم منظور اون شخص رو متوجه بشیم و خیلی وقتا اگر من منظور آقای اکس یا خانم اکس رو متوجه نیستم یه مقدار زیادش رو میندازم گردن خودم یعنی همش فقط تقصیر اون صحبت کننده نیست من یه مقدارش رو میدازم گردن خودم که یعنی منم باید بیشتر سعی کنم حرف شما رو متوجه بشم اصلا اصلا ایرادگیری و اینا ما نداریم تو این کالچر واقعا نداریم بله یه سری افراد هستن متاسفانه معذرت میخوام ممکنه یکم نمیدونم یه بیماری چیزی داشته باشن ریسست باشن نجات پرست باشن من با اونا کاری ندارم اونا مشکلشون خیلی زیاده ولی معمولا خیلی دوست داریم وقتی میبینیم یه نفر داره ترای میکنه که با ما صحبت کنه رابطه برقرار بکنه خیلی خیلی چیز خوبیه خیلی چیز خوبیه یس yes. منم وقتی فرانسه حرف میزنم مخاطب, مخاطب فرانسه زبانم همین حس فرانسه زبانم همین حس خوبو داره Yes, absolutely, absolutely. البته اینا که ده سال مهاجرت کردن ولی بلد نیستن درست صحبت کنن یکم زایع هست اون نمیدونم دیگه هستن افرادی که زمانی که من کالج یاد درس میدادم بودن افرادی که مثلا از کشورهای پاکستان، اندیا، شریلانکا، Uh, Arabic countries, African countries از اینجور جاها بودن مثلا مادر بزرگ بود پدر بزرگ بود که اون میومد سر کلاس زبان یاد میگیره و ازشون میپرسیدم چند سال شما اینجایین اندیا مثلا میگفتن پنج سال اینجاییم این. اون موقع بله آدم براش سوال پیش میاد که پنج سال شما تو این کشور هستید هنوز زبان خیلی خوب بلد نیستید در طول این 35 سال چیکار میکردین کجا اصلا زندگی میکردین کجا خرید میکردین کجا زندگی میکردین کلا این جور مواقع بله ولی زبان یاد گرفتن واقعا خیلی طول میکشه خیلی طول میکشه و خیلی فکر نکنم آدم باید سختگیر باشه روی خودش سر خودش روی خودش امم <تص> تغییر لحجه از امریکن به بریتش okay. <تصفح> اوکی توی یوکی تعداد افرادی که از آمریکا اومدن اینجا زندگی میکنن خیلی زیاد هستن Canadian انگلش استرالیان انگلش اینها خیلی زیاد هستن به همون نوبه هم به همون نوبه درسته خیلی از بریتش هایی که آمریکا، کانادا، استرالیا زندگی میکنن زیاد هستن. شما فیلم که نگاه میکنید چه سینما، چه توی تلویزیون میبینید که برنامه آمریکایی اینجا زیاد پخش میشه،, میشه. همونطور که ما کامل میفهمیم اونا چی میگن، اونام کامل میفهمن ما چی میگیم. تمام ادیم هایی که من تو پیجم استفاده میکنم، اونا میفهمن. ممکنه اونا خودشون تو آمریکا عینن ادیم ما رو نداشته باشن. مثلا به یه نفر میخوام بگم اینقدر اذیت نکن اینقدر سر به سر من نذار به انگلیسی مثلا میگم uh, get off uh, چی میگم uh, get on your bike get on your bike get on your bike یه ادیم هست یعنی بابا سوار دوچرخت شو برو اینقدر سر به سر من نذار این مثلا یه ادیم هست و من میدونم که توی آمریکا خود آمریکایی‌ها اینو ندارن ولی کاملا میفهمن وقتی که یه نفر اینو استفاده میکنه دقیقا میدونن این یعنی چی ممکنه تو وکبولری خودشون نباشه ولی میفهمن منظور چیه پس اینکه لحجه امریکن باشه یا بریتیش کلا انگلیسی آدم یاد بگیره یا آمریکایی این نمیدونم آیا گله خیلی مهمی هست نمیدونم اونایی که واقعا بخوان لحجهشون رو عوض بکنن که خب فقط تمرین هست We'd wanna uh I hope that's okay. من 90 درصد میفهمم اما در صحبت کردن مشکل دارم و خیلی لغات ساده استفاده می کنم اوکی سخت تر که میخوام استفاده کنم فراموشم میشه چیکار کنم اینکه شما میتونید صحبتتون رو بگید میتونید نظرتون رو بگید اینتنشنتون رو میتونید برسونید این خیلی عالیه این حتما چیزی باید باشه که شما به خودتون باید آفرین بگید خیلی خیلی چیز خوبیه کلمه سختتر اگه بخواید استفاده کنید یواش یواش اوکی؟ هفته ای مثلا پنجتا تا کلمه آدم یاد میگیره در طول این هفته مدام دنبال فرصت هست که از این کلمه سخت استفاده کنه مثلا یه کلمه میگم ممکنه برای بعضیها جدید باشه procrastinate. procrastinate یعنی آدم یه چیزی رو بندازه عقب همون موقع انجام نده بندازتش عقب اوکی بعضی ها به خاطر تنبلی بعضیا به خاطر هر چیزی یک کار رو انجام یک کار رو میندازن عقب درسته به این میگیم procrastinate این یه کلمه جدیده مثلا من میخوام شروع کنم یاد گرفتن در طول هفته کجاها میتونم از این استفاده کنم هرچی بیشتر از یک کلمه استفاده کنیم بیشتر تو ذهنمون میمونه به خاطر همین هست که خب ما الان تمام کلمات رو که نمیتونیم مدام هر روز استفاده کنیم چنین چیزی وجود نداره چیزی که کمک میکنه اینه که زیاد بخونیم که اینا هی تو ذهن دوره بشه زیاد گوش بدیم تا یه حدی من میتونم حرف بزنم در طول هفته درسته بقیه تمرین از طریق سکل ها و مهارت های دیگه باید باشه اوکی. پسپون، یه پرکرست پسپون که بله به منی عقب انداختن هست اوکی okay? اوکی okay. بسیار عالی مرسی من خیلی وقتتون رو گرفتم امشب چهل دقیقه وقتتون رو گرفتم متشکرم امیدوارم که مناسب بوده باشه امیدوارم جواب چند نفر رو تونسته باشم داده باشم <applause> تو این جلسه و امیدوارم که بقیه آخر هفتهتون اگه خارج از ایران هستید اوکی باشه افرادی که ایران هستن امیدوارم یک شنبهتون تا حالا خوب بوده باشه بقیه هفته هم امیدوارم بسیار خوب باشه اوکی مرسی روز خیلی خوبی داشته باشید شب خیلی خوبی داشته باشید هفته دیگه میبینمتون با انگلیسی اوکی okay. <applause> مرسی حتما بله سیف حتما میشه داره ضبط میشه میره توی یوتیوب لینکش رو توی ستوری حتما امشب میزنم مرسی همگی ممنونم شب خوبی داشته باشید خدافز